خب دوست عزیز، بریم سر وقت قطعات روی بورد. خب همونطور که تو تصویر هم مشاهده میکنید، مین بورد در واقع بستری بود یا اصطلاحاً شرایط رو فراهم میکرد که یه سری قطعات روی اون نصب بشن، در واقع میزبان قطعات و ارتباط ما بین اونها بود که در موردش توضیحات رو قبلا دادم خدمت. بریم ببینیم روی بورد چه قطعات و چه سوکت هایی رو ما داریم. همونطور که مشاهده میکنید، قطعاتی که روی بورد میبینیم، حالا من این رو زومش کنم شما بهتر متوجه بشید. خب قطعاتی رو که میبینیم، ببینید ما یه سری کانکتور داریم که این کانکتورها میتونه کانکتور LCD، کانکتور تاچ، کانکتور هندزفری، حتی کانکتور دوربین هم باشه. ببینید دوستان، ما یه سری در واقع اصطلاحاً مهره هایی داریم که حالت خورشیدیه، اینجا ببینید پشتش رو. در واقع اینها باعث میشن که ما بتونیم یه سری شیلد رو روی این بخش نصب کنیم و در واقع این شیلد ها برای جدا نشدن از این سوکت ها کمک میکنن توی ضربه جدا نشن و در واقع توی حالا تکون یا فشارهای احتمالی از روی سوکت جدا نشن. یه سری در واقع مهره ها رو داریم که در واقع این حفره بسته نیست و باز هست. این برای اینه که شما این پیچ رو ببندین و مهره در واقع توی خود شاسی یا فریم وجود داره برای نگهداری خود بورد. ببینید یه سری حفره‌ای رو داریم که میتونه از اینها پیچ رد بشه و در واقع وظیفه‌شون فیکس کردن خود بورد است. خب بریم سر وقت قطعاتی که روی بورد هست. سوکت‌ها رو مشاهده کردیم. ما یه سری قطعه داریم. قطعاتی که به رنگ قهوه‌ای کم رنگ، قهوه‌ای پررنگ و در واقع سفید هستن، این قطعات خازن هستن. همونطور تو تصویر مشاهده می‌کنید، ما قطعاتی رو که روی بورد می‌بینیم بیشتر قهوه‌ای هستن، پس نتیجه می‌گیریم قطعات روی بورد بیشتر متشکل از خازن‌ها هستن. اگه بخوام به صورت درصد بگم، بالای 70% از قطعات ریز روی بورد خازن‌ها هستن، به دلیل در واقع صافی و اصطلاحاً فیلترهایی که توی مدار انجام میدن. پس ببینید قهوه رنگ‌هایی که مشاهده می‌کنه همه خازن هستن. خازن. ببینید این قطعاتی که اینجا مشاهده می‌کنید همه اونها خازن هستن. اما یه سری قطعه داریم که یه سری نقطه دارن و رنگشون نکمه‌دادیه و سایزشون هم بزرگتر، البته میتونه سایزهای کوچیک‌تر رو هم داشته باشه. ببینید سلف‌ها در واقع نکمه‌دادی هستن و وظیفه این سلف‌ها در واقع تقویت جریان هست. وجود این نقطه هم توی سلف‌ها این هست که شما در واقع نوع پیچش سلف و ساختار اصطلاحاً چرخش اون فنری بودن اون سیمی که توی وجود داره خیلی مهمه که راستگر یا چپگر باشه. پس دوستای عزیز، اگر این قطعات رو چک کردین و با مشکل مواجه شدین در واقع برای تعویض اونها، حتما باید اون نقطه رعایت بشه، اون جهت رو در نظر بگیرید و با همون جهت تعویض کنید. پس متوجه شدیم که سوکت ها رو داریم، مهره ها یا بوش ها رو بورد ها داریم، خازن ها رو داریم که به رنگ قهوه کم رنگ و پر رنگ هستن توی مدارات، قطعاتی که به رنگ نکمه دادی هستن، سلف ها هستن و کارشون تقویت جریان هست. تو این تصویر ببینید خازن های زیاد و متعددی رو داریم. خازن ها رو میبینید، سلف رو میبینید. ببینید این سلف در واقع روی اون رو ما برداشتیم و شما میتونید ببینید که داخل سلف ها سیم پیچ وجود داره و سیم رو به صورت فنر پیچیده شده و هسته ای رو به نام فریت روی اون قرار دادن که اون اصطلاحاً حالت مغناطیس رو تشدید کنه و بتونه تقویت جریان رو برای ما به همراه داشته باشه. بریم پایین تر، قطعات دیگر رو با هم بررسی میکنیم. دوستان میرسیم به یه قطعه که میدونیم ICه و میدونیم از نوع BGA هست و پایه های اون زیر شکمی هست. دوستان این که یه برند مشخص هست دیگه، در واقع CPU A9 کاملا مشخصه که پردازنده است و قطعات دیگه ای رو که بهش بر میخوریم میتونیم با شماره فنی اونها در واقع سرچ کنیم و تشخیص بدیم که اون قطعه در واقع چی هست. بذارید در واقع این هم خدمتون توضیح بدم. ما قطعاتی رو داریم که توی مدارات به این شکل معمولا دیده میشه، 6 تا پایه دارن و این قطعه در واقع کانکتور سیم کارت هست و وظیفه اون این هست که سیم کارت رو به بورد متصل کنه. ما یه سری شیلدهای فلزی رو داریم که رو بخشی از در واقع بورد ها قرار گرفتن و در واقع برای تعمیر قطعات زیر اونها کافیه که اون شیلد رو در واقع جدا کنیم و قطعات زیر اون رو بررسی کنیم و تعمیراتی رو که مد نظرمون هست انجام بدیم. به عنوان مثال شیلد
موبایل رو ما برداشتیم و قطعات زیرش رو میتونید مشاهده کنید. ببینید دوستان، تو این تصویر ما قطعه رو میبینیم که نمیدونیم این قطعه چی هست. کافیه که شما در واقع این قطعه رو تمیزش کنید، چون یه سری چسب رو برخی از قطعات نصب شده و شما به راحتی میتونید با تراشیدن یا اصطلاحاً تمیز کردن روی اون قطعه میتونید تشخیص بدیم که اون قطعه در واقع چی هست. ببینید، من با تمیز کردن این قطعه میتونم شمار فنی اون رو در بیارم و مشخص کنم که این قطعه چی هست. ببینید، کافیه که من توی اینترنت سرچ کنم و این شماره فنی رو که الان اینجا دارم مشاهده میکنم رو گوگل کنم. وقتی توی گوگل سرچ کنم به راحتی میتونم تشخیص بدم که این قطعه در واقع چی هست. ببینید، H23 SurfDG 8UD1ACS که در ادامه اینو با هم سرچ میکنیم و برمیگردیم. خب دوستان، همونطور که تو ویدیو هم مشاهده کردیم متوجه شدیم که این قطعه در واقع IC NAND یا حافظه این آیفون هست و ما به راحتی میتونیم مشابه این رو خرید کنیم و البته با پروگرام اون رو تعویض کنیم و حتی میتونیم نوع مشابه اون رو با حافظه بالاتر و ظرفیت بالاتر روی بورد قرار بدیم. خب بریم سر وقت بقیه قطعات. ما یه سری قطعه دیگه هم روی بورد داریم. قطعات دیگه که تو مدار میبینیم با هم بررسی میکنیم و ببینیم این قطعات چی هستن. ببینیم، به عنوان مثال برای اینکه این موضوع براتون بهتر جا بیفته، ما یه قطعه دیگه رو اینجا داریم با شماره فنی 38S128 و عدد 5. پس 338S1283 رو اگه تو اینترنت هم سرچ کنیم متوجه میشیم که این آیسی کاربرد چی هست و در واقع چه وظیفه روی بورد بر عهده داره. پس شما نگران نباشین، هر قطعه یه شماره فنی داره و شما به راحتی با سرچ شماره فنی اون میتونید تشخیص بدین که اون قطعه چی هست. به عنوان مثال PMD9635 رو ما روی این IC مشاهده میکنیم و میتونیم به راحتی سرچ کنیم. خب پس IC هم از این به بعد برای ما چیز پیچیده‌ای نخواهند بود و ما میتونیم با سرچ ساده تشخیص بدیم که اون قطعه در واقع چی هست. خب دوستان، خازن‌ها رو توی مدار می‌بینید، قهوه‌ای هستن، قهوه‌ای حالا روشن، قهوه‌ای تیره که تعداد بسیار زیادی هم هستن. اما یه سری قطعات رو ما روی بورد‌ها می‌بینیم با اصطلاحاً ساختار فلزی. این قطعات در واقع کریستال‌ها هستن. کریستال‌ها توی مدارات کارشون تولید فرکانس هست. پس قطعاتی مثل کریستال‌ها رو ما داریم و کارشون تولید فرکانس برای پردازشی که قرار اون قطعه کنار اون انجام بده. ما دیودها رو توی مدارات داریم. دوستان ببینید، این قطعه در واقع دیود هست. دیودها قطعات مشکی رنگی هستن که از دو تا پایه تشکیل شدن و شما به راحتی با اون خطی که روی دیود وجود داره میتونید تشخیص بدین که پایه منفی در واقع سمت بالای اون هست که به پایه منفی کاتود میگن و پایه مثبت هم که پایین هست و در واقع آنود هست. بریم ببینیم چه قطعات دیگه رو داریم. ببینید، ما یه سری قطعات مشکی رو هم داریم. قطعات مشکی روی بوردها در واقع مقاومت ها هستن. مقاومت ها کارشون کاهش یا کنترل جریان هست. پس قطعات مشکی رنگ روی بوردها در واقع مقاومت ها هستن که نوع کوچیکترش رو هم در واقع مشاهده میکنیم. بریم ببینیم قطعات جدیدتر رو میتونیم ببینیم. خب دوستان، یه سری قطعه داریم که آبی رنگ هستن. این قطعات آبی رنگ سلف هستن. ما نوع سلف های بزرگتر رو مشاهده کردیم که این سلف ها توی مدارات در واقع وظیفه شون در واقع تقویت جریان بود. ببینید انواع اقسام اینجا مشاهده میکنید. اما ما یه سری سلف های دیگر رو هم داریم. پس نکمه دادی هایی که توی مدارات وجود دارن همه سلف هستن. ببینید، و آبی هایی که الان داریم مشاهده میکنید. پس این قطعه آبی در واقع سلف است، اما توی تصویر من به یه سلف دیگه برخورد کردم که اگر اون رو ببینم خدمتتون معرفی میکنم. در کل قطعاتی که به رنگ نکمه دادی هستن اون قطعات سلف هستن و سلف ها دو تا وظیفه دارن. یکی فیلتر فرکانسی تو مدارات هستن و یه وظیفه دیگه که تو مدارات دارن در واقع کارشون تقویت جریان هست. ببینید، مقاومت رو اینجا دارید. این رنگ سفید در واقع حالا یا قهوه‌ای خیلی روشن رو اگه اینجا ببینید باز این خازن هستن. این دو تا قطعاتی که به رنگ آبی رنگ هستن اینها سلف هستن و برای تستشون میتونیم با تست بوخ هم
انجام بدیم. خب بریم سر وقت یه سری سلف های دیگه که تو مدار من بهتون نشون بدم و شما متوجه بشید که یه سری سلف در واقع تو مدار با اشکال متفاوت داریم. بله این سلف رو اینجا مشاهده کردم. ببینید این قطعه ای که به صورت نوک مدادی هست و رنگ مشکی هم نداره، این هم سلف هست. پس خازن و سلف رو هم مشاهده میکنیم. ببینید دوستان ما یه سری خازن هایی رو داریم که به صورت دوبل هستن. این قطعاتی که 4 تا پایه دارن رو مشاهده کنید. در واقع این پایه و این پایه خازن هستن و این دوتا هم در واقع یه پایه دیگه هستن که در واقع خازن دیگه رو دارن. برای تست اونها کافیه که شما در واقع مولتی‌مترتون رو رنج بوق قرار بدین و این دوتا پایه اگر بوق نزنه سالمه، این دوتا پایه هم اگه بوق نزنه سالم هست. ببینید این قطعه رو هم ما داریم که به صورت یه نقطه در واقع وجود داره. این رنگ های قهوه‌ای و با این سایز بزرگ و دارای جهت هم سلف هستن. این سلف طبیعتاً کارش تقویت جریانه و ما نمیتونیم این سلف رو برداریم و به جاش سیم کشی کنیم. اما اگر این سلف توی مدار آسیب ببینیم میتونیم موقت به جاش سیم کشی انجام بدیم. اما این سلف رو ما نمیتونیم سیم کشی کنیم و بهتره اون رو تعویض کنیم. همونطور که قبلا هم بهتون توضیح دادم قطعاتی که فلزی هستن کریستال هستن و کریستال ها کارشون تولید فرکانس هست. تو این تصویر دو تا کریستال رو مشاهده میکنم. ما میکروفون ها رو روی برد داریم. ببینید این میکروفون در واقع کاور روش داره برای اینکه گرد و غبار بهش نفوذ نکنه، ولی من این رو برمیدارم شما ببینید. این میکروفون ها به صورت دیجیتالی هستن و وظیفه اونها دریافت سیگنال هست و توی مدارات هم معمولا و تو بردهای الکترونیکی هم و مد نظر برد موبایل حداقل ما دوتا میکروفون داریم، یعنی فرست میک و سکند میک توی گوشی ها وجود داره و دلیلش هم این هست که شما زمانی که روی صدای بلند صحبت میکنید میکروفون اول قطع میشه و میکروفونی وصل میشه که در کنار بلندگوی ما نباشه و اصطلاحاً حالت اصطلاحاً برگشت صدا رو حذف کنن و از میکروفون دوم استفاده میکنن. خب دوستان ما یه سری آی سی ها رو هم داریم که قبلا توضیح دادم خدمتتون، میتونید با شماره فنی اونها متوجه بشیم که این قطعات در واقع چی هستن و چه وظیفه‌ای رو دارن. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه دوستان. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.